مشاور امنیت ملی آمریکا به ایران مستقیما پیام دادیم. جک سالیوان گفته هیچ راه مشخصی برای بازگشت به توافق برجام پیدا نشده و این یعنی مذاکرات وین خوب پیش نمی رود. مذاکرات احیای توافق هسته‌ای پس از 5 ماه توقف در دولت ابراهیم رئیسی از اوایل ماه جاری شمسی از سر گرفته شد. اما این دور از مذاکرات شب گذشته بدون تعیین تاریخی برای از سرگیری آن پایان یافت. ایران و آمریکا در این گفتگوها به خواسته آیت الله خامنه ای به طور مستقیم با هم مذاکره نمی کند. سالیوان در این حال تأکید کرد که هنوز هیچ راه مشخصی برای بازگشت به توافق برجام پیدا نشده و این یعنی مذاکرات وین خوب پیش نمی رود. این مقام آمریکایی در ادامه گفت آنچه خوب پیش می رود اتهام میان ما و متحدان اروپایی مان و همراهی و همسویی بیشتر ما و روسیه و چین و نیز افزایش درک این نکته از سوی ایران است که باید با رویکردی سازنده با یه میز حاضر شود و صبر ما به هیچ وجه ابدی نیست. سالیوان گفت من نمیخواهم تاریخ معین کنم، اما همین را میگویم اگر به پیشبرد برنامه هسته‌ای ادامه بدهند برجام را به خطر خواهند انداخت. جک سالیوان از اولین مقام‌های دولت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا بود که مذاکرات محرمانه اتمی با ایران را به میزبانی عمان آغاز کرد. سالیوان در آن دوره مشاور امنیت ملی جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا بود، اما با رسیدن بایدن به ریاست جمهوری وی هم به مقام مشاور امنیت ملی آمریکا ارتقای مقام پیدا کرد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان، کانال آژیر خبر را سابسکرایب و زنگوله آن را فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.